نهاية عزيز بودا مصادة ده استوديو با خضري ما با ما باشين. خب استاد میشه که درباره موزیسین که بر ما توضیحات بتین فرق بین هنرمند فرق بین هاواز و موزیسین چی هستن در آهنگ در موسیقی به خصوص؟ تشکر. خودی موزیسین یا صدا یا صوت در واقع ما فکر میکنیم که مادر موسیقی است، یعنی اساس موسیقی از صدا گرفته شده. خب قبل از اینکه با موسیقی آوازی در اکثر کشورها باشه، موسیقی در واقع صوتی بوده، یعنی موسیقی بدون صدا بوده، بیشتر ارکسترهای سمفونی کار می شده و فعلا هم هست دیگه. یک موزیسین ما فکر کنم که نقش اساسی را در موسیقی بازی میکنه. خب شما ببینین همه از هنرمندایی را که ما میبینیم، در واقع خود هنر یک نوع آوری هست، این آواز هر کس میتونه بخونه، ولی او نوازنده یا موزیسین هست که هنر نمایی میکنه، در واقع رنگ میده بر آواز. خب بله صد میشه که شما با خود کیبورد آمدید، میشه بگوین که چند آلی موسیقی می نوازین و به کدام آلی موسیقی زیادتر دسترسی دارین؟ ما رشته اختصاصی می پیانو هست، ولی متاسفانه که خب پیانو در افغانستان بسیار محدود است و در جایی که ما تحصیل میکردیم در خود دانشکده اون رای زیبا فقط در اونجا بسیار مختصر یک دو تا پیانو بود، ولی بدبختانه که ما فعلا خود ما پیانوی اصلی که باشه در دسترس نداریم. خب میشه از همین کیبورد های برقی استفاده میکنیم. جدا از اینا من یک مقدار آشنایی با گیتار دارم دیگه، دنبوره می نوازم، البته دنبوره به صورت اکادمیک نه بلکه به اصطلاح عامیانه. خب زیادتر به کدام آلی موسیقی علاقه دارین؟ علاقه ما بیشتر به خود پیانو هست که رشته ما هست، در امی رشته تحصیل کردیم. خب بیشتر به می علاقه مند. خب در آینده چی هدف دارین که آیا آهنگایی که میخواین امیالا که کمشه بر ما زمزمه کردین، آیا هدف دارین رو کلیپ جور کنین و به تقدیم رسانه کنین یا که خیر؟ خب یک چیزی بسیار مشکلی که ما خودم میبینم در قسمت هنر موسیقی در کل این هست که یکی زمینه نقد وجود نداره، پذیریش نقد برای هنرمندا متاسفانه نیست. خب آنچه که برای یک هنرمندی که به صورت آکادمیک میخواهی تحصیل کنه و تحصیل کرده، اساسی ای است که خب باید اما آثار از این نقد شوه، اینه کسایی باشه که نقد بکنه. پیش از اینکه آثار آدم نقد شوه، آدم یک مقدار حراس در کار خود داره، ولو هر قدری که آدم استعداد هنری داشته باشه، هر قدری که به اصطلاح علمیت موسیقی را داشته باشه، باید نقد شوه. متاسفانه که همچین یک چیزی در افغانستان وجود نداره، ولی خوشبختانه در بخش ادبیات ما میبینیم که دوستایی که در راستای ادبیات کار میکنن در اکثری از جاها، اینا اگر یک آثار را نوشته میکنن، یک آثار را به چاپ میرسانن، پیش از اینکه به چاپ رسانده شوه نقد میشه. همچین یک زمینه در ادبیات وجود داره، ولی بدبختانه که در موسیقی همچین یک چیزی وجود نداره. بله. و بیشتر ما کوشش میکنیم که آثاری که ما یا در واقع کمپوزی که ما میکنیم یا اشعاری را که ما انتخاب میکنیم، بیشتر از طریق ادبیات، کسایی که ادبیات میفهمند، کسایی که موسیقی رو میفهمند، اینا یک مقدار نقد شوه و بررسی شوه و جنبه های خوبی و بدیش از همدیگر تفکیک شوه تا ما بتانیم که آزادانه آثار خود در خدمت مردم قرار بدیم. بله. ولی همچین یک چیزی وجود نداره. خب یعنی که هدف دارین یا هدف پلان تان است که در آینده تقدیم کنین آهنگایتان یا که خیر؟ خب ما پیش از اینکه آهنگ خود تقدیم کنم، هدف من است که یک تعدادی از هنرمندایی را که میشناسم و اونایی را که نمیشناسم، کسایی که در بخش موسیقی یا در رشته موسیقی به صورت اختصاصی درس خواندن یا آکادمیک درس خواندن، با اونا هم صحبت شوم و یک زمینه نقد را برابر بکنیم، یک مرکز را ایجاد بکنیم. پلان ما، هدف ما است که در اونجا حداقل پذیریش نقد، خود نقد معمول پیدا کنه در افغانستان و خصوصا در بخش موسیقی، تا ما و امثال ما، کسایی که بعد از ما میان در رشته موسیقی یا در راه موسیقی میان، در واقع اونا بتانند که به صورت بسیار آزاد بدون حراس آثار خود تقدیم جامعه بکنند. بله بسیار خوب. خب اگر پلان داشتین که داینده مثلا آهنگ بخونین، آیا علاقه دارین به کار گروهی هم یا با کدام بازخوان دیگه آهنگ دوگانه اجرا کنین؟ خب بیشتر من خودم به این فکر هستم که بیشتر از اینکه موسیقی آوازی من آثار داشته باشم، موسیقی چی داشته باشم، در واقع بیشتر بنوازم، بیشتر تکته های یا به اصطلاح ملودی های را خود من ایجاد بکنم در پیانو، بیشتر با این علاقه من هستم. خب صدا هم که یک تعدادی میخوانم و یک تعدادی دوستا تشویق میکنن، ببینیم دیگه، ولی تلاش داریم که بتونم برسم بخوانم، ولی به صورت درستش، نه به صورتی که فعلا هست. جوانای ما رو آوردن به موسیقی بسیار با یک کلیپ ساده، با یک نوایی ساده و اکثرا آهنگای تکراری و حتی آهنگای تکراری به صورت درستش اجرا کردن نمیتونن.
دیگه ما علاقه ندارم که همچین یک هنرمندی باشم و در واقع خود در ما احساس میکنم که خودم در اختیار هنر باشم و این هنر در اختیار من نباشه، هنر ابزار من نباشه. ما هیچ موقعی را نخواستیم که از هنر پیسه به دست بیارم. در واقع هدف من این بوده که پیسه بگیرم برای هنر مصرف کنم. این هدف ما بوده، این انگیزه هست برای من. بسیار خوب. خب استاد، معمولا در تنهایی کدام نوع آهنگ گوش میکنیم؟ معمولا به کدام آوازخوان زیاد علاقه داریم؟ بیشتر موسیقی سمفونی گوش میکنم. بله دیگه، متاسفانه که هنوز در افغانستان همچین یک فرهنگی نیست که موسیقی سمفونی رو گوش بکنن، و اگر باشم شاید خیلی محدود باشه. با همه هنرمندای افغانستان علاقه من هستم، به خصوص به مرحوم ساربان که بیش از حد آواز اونا رو دوست دارم، میشنوم از خوردی زمانی که متعلم مکتب بودم. من بیشتر آهنگای ساربان زیب گوش میکردم و فعلا هم کار میکنم گاهن خودم با فرهاد جان دریا. آواز اونا رو بسیار دوست داریم، آهنگای به خصوص آهنگای بعدیشی که یک مقدار با حال و هوای افغانستان در واقع سازگاری داره. دیگه امو هنر که میگه در واقع بازتاب دهنده واقعیت های جامعه است. بله. و فرهاد جان دریا در آلبوم آخر خود تونسته حداقل یک چیز بله، را یک کارکرد خوبی بکنه. خب دیگه با آلبوم سپید از داوود سرخوش اونا رو میشنوم، کار میکنم، علاقه من هستم با صدایش دیگه. و در کل بیشتر علاقه دارم با ساربان و زهیر و ویدا. بله. خب استاد، میشه که در قسمت برنامه یک آهنگ دیگه تانم کمیشه برای دوستا زمزمه کنین؟ تشکر. البته معذرت میخواییم از بیننده های عزیز که من خب ناتکمیل است آهنگ ها، یک مقدار بله. خب تک نوازی هست، خودم هستم. بله. به هر صورت اگر کم و کاسته هایی باشه معذرت میخواییم. وفا نداشت راهی به جز
برایم نمانده بود. تشکر استاد واقعا که آهنگایتان اگر به بازار عرضه کنین خیلی علاقمند پیدا میکنین و یگانه علاقمندتان هم من میباشم. خب تشکر که